با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز رودررو، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارانم بابک یزدی، بهرام کلادوزی، مسعود فرزانه و مجید پستانچی برنامه این شب رادیو تلویزیونی رودررو رو تقدیم حضورتون میکنیم. لازم به تذکره که این اولین برنامه تلویزیونی رودررو هست که در کنار رادیو رودررو پخش خواهد شد. همونجوری که میدونین رادیو تلویزیون رودررو برنامه ایست که صاحب نظران و فعالین سیاسی اجتماعی از گرایشات مختلف رو رودرروی هم قرار میدهد. ما برنامه کنجکاو، حقیقت جو و بدبین نسبت به وضع موجود هستیم. از همه صاحب نظران در هر موردی سوال میکنیم تا شما بینندگان و شنوندگان عزیز خود به قضاوت بنشینید. مسئولیت اظهارات مصاحبه شوندگان با خود آنهاست و الزاماً به معنای تأیید آن از جانب رادیو تلویزیون رودررو نیست. امروز مردم عراق در حال غرق شدن در حمام خونی هستند که جریان ارتجاعی داعش بر بستر تقابل دو قطب تروریستی اسلام سیاسی و غرب برایشان برمغان آورده است. تصاویر سران بریده شده، تصاویر بدنهای دریده شده و به خون کشیده شده توسط جریان ارتجاعی داعش تمام دنیا را تکان داد. این چهره کثیف اسلام سیاسی است که یک سرش در افغانستان و پاکستان دست قطع می کند به جرم رأی دادن مردم و در کشورهای مختلف من جمله در نیجریه به عنوان گانگسترها جریان بوکرام دختران مدرسه‌ای را می رو باید تا آنها را به عنوان کنیز در بازارها بفروشد. و همچنین می بینیم در عراق داعش مردمان را قتل عام می کند. و در ایران اسلام سیاسی بیش از 35 سال هست که در قدرت هست، دست قطع می کند، چشم در می آورد و زندگی سیاهی را برای مردم در آن کشور برمغان آورده است. در برنامه امروز رادیو تلویزیونی رودررو ما با دو چهره سرشناس اپوزیسیون، با آقایان اسماعیل نوری‌اعلی عضو شورای دبیران، هماهنگ کننده و سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی ایران، محقق، نویسنده، شاعر، فیلمساز و همچنین با آقای علی جوادی، چهره برجسته جنبش کمونیسم کارگری و از حزب کمونیست کارگری خواهیم بود که در ارتباط با داعش و راه حل‌های موجود با آقایان پرتو نوری‌اعلی، با آقایان اسماعیل نوری‌اعلی و علی جوادی صحبت و گفتگو خواهیم داشت. آقای نوری‌اعلی با سلام به شما و آقای علی جوادی با سلام به شما و با تشکر بسیار زیاد که وقتتون رو در اختیار برنامه رادیو تلویزیونی رودررو. منم سلام میکنم خدمت آقای جوادی، شما و همکارانتون و بینندگان برنامه‌تون. بچه‌ها شما در اول برنامه فرمودید که هرچی ما میگیم مسئولیتش پای شما نوشته نمیشه. خواستم بگم که هرچی هم شما میگید مسئولیتش پای ما نوشته نخواهد. کاملا درست میگن آقای نوری‌اعلی، کاملا درست. من هم به آقای نوری‌اعلی، به شما و همچنین به بینندگان عزیز سلام میکنم. فرمت برنامه‌مون اینجوری خواهد بود که من سوالاری رو از شما دوستان عزیز میپرسم و شما اگر حتی المقدور در 3 دقیقه و یا 4 دقیقه جواب بدین ممنون میشم که بتونیم سوالای بیشتری رو مطرح بکنیم و بعد دوستان اگر مایل باشن یک نوبت هم میتونن به پاسخهای همدیگه جواب بدن. من سوال اول رو از آقای نوری‌اعلی میپرسم. آقای نوری‌اعلی، سوالی که میتونه تو ذهن همه بگرده این که داعش کیه، چه نیرویه
و چه نیروها و جریانات سیاسی و یا دولت‌ها پشت داعش قرار دارن؟ عرض کنم که من اطلاعات کافی ندارم در این مورد که پاسخ شما رو به دقت بگم، ولی به هر حال داعش هم یک جریان تروریستی اسلامیستی است که حالا با شکل سنی خودش آمده وسط و به نظر من فرزندی از حکومت اسلامی در ایران که حالا علیه پدر در واقع قیام کرده. یعنی اینکه یک جریان اسلامیست وسیع در خاورمیانه جریان داره که حالا به شیعه و سنی داره تقسیم میشه و اینها روبروی هم دارن قرار میگیرن. داعش هم یکی از این همه گروه های مختلفی است که به وسیله نیروهایی که میخواهند در اون منطقه نفوذ داشته باشند هم ایجاد میشن و هم تقویت میشن و به جان هم دیگه میفتن. علی جوادی، شما پاسختون به این سوال چیه؟ داعش کیه و چه نیروهایی پشت داعش هستن؟ داعش یک نیروی اسلامیستیه، یکی از نیروهای به اصطلاح هیولاهای سیاسی اسلام سیاسی هست که در دوران اخیر عروج پیدا کرده. انشعابی از القاعده است و در زیر مجموعه کل جریان ارتجاعی تروریستی اسلام سیاسی قرار گرفته که در این حال به شدت به سیاست قوم پرستی و نژاد پرستی در این حال علاوه بر فرقه مذهبی آلوده هستش. جریانی هستش که بر متن از هم پاشیده شدن شیرازه جامعه عراق پس از حمله آمریکا به عراق و در هم شکسته شدن مدنیت به اصطلاح قوام پیدا کرده و در متن گسیختن شیرازه جامعه تونسته عروج سیاسی داشته باشه که به اصطلاح انزجار همگان رو از رفتار سیاسی خودش به دنبال داشته. داعش یک گروه تروریستیه، یک گروه اسلامیستیه و زیر مجموعه کل اسلام سیاسی هست. مادر و یا پدر داعش جریان سیاسی و جمهوری اسلامی هستند که امروزه در مقابل هم قرار گرفتن. کلیت این جریان رو باید به مسابقه جریانی ارتجاعی تروریستی ضد انسانی و ضد جامعه قلمداد کرده به شما رو بود و به همین اعتبار باهاش مقابله کرد. من قبل از اینکه سوال بعدی رو از شما علی جوادی بپرسم لازمه بگم که زمانی که دوستان صحبت نمی کنند اگه میکروفونشون رو میوت کنند کیفیت صدا بهتر خواهد بود. علی جواد، سوال بعدی رو از شما میپرسم. چه زمینه‌های سیاسی تاریخی باعث شد که الان ما با داعش روبرو هستیم؟ چرا در شرایط کنونی داعش سر بر در آورده و اینکه الان داره همچین جنایاتی رو توی عراق به راه میاندازه؟ ببینید، عروج هیولای سیاسی داعش رو نمیشه از تحولاتی که در عراق صورت گرفته، در سوریه صورت گرفته جدا کرد. تاریخا اگر بخوایم به این مسئله کلن نقش اسلام سیاسی در عراق اشاره کنیم، باید به حمله میلیتاریستی بولدرمنشانه آمریکا به عراق اشاره بکنیم که برای برکناری دیکتاتوری صدام حسین جنایت‌هایی رو خلق کردند که نزدیک به 1 میلیون نفر کشته شدند. در عرض بیش از 10 سال 12 سال تحریم اقتصادی ارتجایی که بر عراق اعمال شد، عملاً مدنیت در این جامعه در هم شکسته شد و حمله ارتجایی آمریکا به عراق زمینه رو برای جست و خیز و جریانات اسلامیستی و تروریستی فراهم کرد. به قول خودشون میگن عراق شد مکه تروریست‌ها، کعبه تروریست‌ها و تروریسم اسلامی هم به مثابه یکی از نیروهای برجسته در این جریانات نقش بسزایی ایفا کرد. در این حال زمینه شکل دادن به دولتی عراق صورت می‌گرفت، کمک کرد که داعش عروج پیدا بکنه، چرا که دولت در عراق رو پس از حمله آمریکا بر مبنای قومیت، بر مبنای مذهب، بر مبنای ناسیونالیسم تلاش کردن به وجود بیارن و میدونیم که جمع این ازدادی که در مقابل جامعه هر کدوم به تنهایی قرار گرفتن چه وقایعی رو، چه کشمکش‌ها و جدال‌هایی رو در عراق شکل داد و در متن این چنین جریانی اضافه بکنید بهش تحولات سوریه رو و کشمکش خونینی که در سوریه در جریان هست، شاهد این هستیم که یکی از این شاخه‌های اسلام سیاسی روش پیدا میکنه، مورد حمایت به اصطلاح دولت‌های منطقه به خصوص عربستان سعودی و قطر قرار میگیره
اسلحه‌ای که از سوریه به دست آورده و میتونه به طور برقاسا حملات نظامی رو سازمان بده و با تبعش خودی از جامعه رو مرعوب بکنه و سرزمین های زیادی رو فتح بکنه. به این اعتبار برای رسی عروج داعش باید به زمینه های سیاسی که در عراق صورت گرفته بود و به وجود اومده اشاره کرد و این پدیده رو در متن اون شرایط بررسی کرد و زمینه های شکلیش رو مشاهده کرد. آقای نوری‌علا، امریکا در ارتباط با مسئله رشد و گسترش داعش انگشت اتهام رو به سوی دولت مالکی گرفته و این سیاست معین رو برای رفع تخاصمات در عراق مطرح میکنه که اگه یک دولت فراگیر در برگیرنده همه اقوام و مذاهب در عراق شکل بگیره میتونه به تخاصماتی که الان در عراق در جریانه خاتمه بده. شما فکر میکنین که این سیاستی که امریکا دنبالش هست چقدر میتونه پاسخ راه حل تخاصمات قومی و یا مذاهب مختلف در عراق باشه؟ صداتون نیست آقای نوری علا. شما گفتین میکروفون تو ببند اما به من نگفتین بازش کن. بله بله. عرض کنم که من البته نوبتم برای واکنش نشان دادن به آن چه که دوست عزیزم آقای علی جوادی گفتن محفوظ، ولی من زیاد اعتقادی به این راه حل‌های آبکی که داره ارائه میشه که یک نمیدونم کابینه فراگیر از مذاهب و اقوام در عراق اعتقاد ندارم. من فکر میکنم کار عراق، کار تجزیه عراق تقریبا 90% انجام شده و این حاصل عرض کنم که اون کشورسازی های بعد از جنگ است، بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی است که عرض کنم آمدن نشستن رو کار از انگلیس ها، فرانسوی ها، چند کشور اختراع کردن، چند تا پادشاه هم براش درست کردن و در این حال سیاست اون موقع اینطور بود که کشورهای جدید و تأسیس بازمانده از قلمرو عثمانی طوری باشه اجزایش که هر لحظه که بخوان این رو به جون هم بندازن و منطقه رو به آشوب بکشن. در نتیجه ما الان داریم حاصل یعنی تحقق و ظهور آنچه که در فروپاشی عثمانی پیش آمد رو شاهدش هستیم. کشور عراق یک کشور مصنوعی دروغین و عرض کنم که قابل تجزیه بوده است و در نتیجه من فکر میکنم که معالا ما شاهد این تجزیه خواهیم بود و این نوع درمان های موقتی مثل دولت فراگیر و غیره به خصوص با وجود حکومت اسلامی در کنار عراق و نفوذی که این حکومت در عراق داره ممکن نیست. شما اگه مایل باشین میتونین به صحبت آقای علی جوادی. من خواستم بگم که چون آقای جوادی رفتن به سابقه و باز امپریالیزم امریکا و حمله خوناشام امپریالیستا به عراق رو مطرح کردن، من خواستم بگم اگر بخوایم بریم سابقه قضیه رو نگاه کنیم خیلی قضیه پیشتر هم میتونیم بریم. مثلا بگیم که امپریالیستای حکومت کمونیستی شوروی رفتن افغانستان رو گرفتند و امریکا در مقابل اون رفتش عرض کنم که القاعده رو اختراع کرد که با اون بجنگه. بنابراین این مسئله ریشه یابی و بعد هم یک طرفه محکوم کردن بازیگران این صحنه رو به خصوص در موقعیت فعلی که خاورمیانه روی میز تقسیم جدید دنیا قرار گرفته و فقط این امریکای جهانخوار نیستش که اونجا حضور داره و این عملیات رو انجام میده، بلکه آقای روسیه و دیگران هم هستند اون ور که آقای صدام رو تقویت میکنن، حکومت اسلامی رو تقویت میکنن و در نتیجه بازیگران متعددن. من میخواستم خواهش کنم که تمرکز رو روی یک طرف فقط نگذاریم، در اون صورت ادبیات ما ادبیات کهنه خواهد بود. علی جوادی، شما پاسختون در ارتباط با نکته‌ای که آقای نوری‌علا در ارتباط با صحبت شما مطرح کردن که انگشت اتهام رو صرفاً نباید به روی امریکا گرفت بلکه باید کل
بازیگران امریکا و روسیه رو مورد نظر قرار داد چیه؟ من فکر میکنم که ما در رابطه با عراق اگر صحبت بکنیم و الزاماً بحث دامنه بحث رو به افغانستان و کل تحولات منطقه نخواهیم ارائه بدیم، باید به عوامل اصلی که در عراق موجب شدن که مزیت به چنین شرایطی تبدیل بشه، عراقی که یک دولت دیکتاتوری صدام حسین، دولت سرمایداری صدام حسین وجود داشت اما جامعه مدنیت داشت، دختران و کودکان پسران به مدرسه می رفتن، بیمارستان وجود داشت، کار در جامعه وجود داشت، اما در این حال یک جامعه استبدادی و دیکتاتوری بود، مورد تعرض و مورد به اصطلاح تجاوز نظامی و میلیتاریستی قرار گرفت، تحریم اقتصادی شد، شیرازه جامعه در هم شکسته شد، 1 میلیون نفر کشته شدند، جریان اسلامیستی در عراق تحرک جدی نداشت و بعد دیدیم که عراق تحرک اسلامیستی گسترش پیدا کرد، جمهوری اسلامی برنده جنگ خونی آمریکا در عراق شد و دیدیم که این جریانات اسلامی و همچنین سیاست‌های بعدی آن را برای تلاش به شکل دادن به حکومتی که متشکل از جریانات قوم‌پرست، جریانات مذاهب مختلف بود، عملاً منجر به کشمکشی بین این ازداد ضد اجتماعی و ضد انسانی در جامعه شد. حتی بعد عامل اصلی اشاره کرد، ولی محدوده بحث اگر در رابطه با عراق باشه، این فاکتورها به نظرم تعیین کننده هستند، نه فاکتورهایی که به دوران خلافت عثمانی برگرده، بلکه فاکتورهای اخیر. مشخصا در این حال باید به مسئله سوریه اشاره کرد که جنگ خونینی که در سوریه برقرار هست کمکهایی کرد که داعش به مثابه یک نیروی برقاسا بتونه عروج پیدا بکنه و صحنه سیاست رو تحت تاثیر خودش قرار بده. من فکر می‌کنم اگر به عراق و تحولات عراق در دهه اخیر نگاه بکنیم، این فاکتورا تعیین کننده است. ببخشید من میتونم یک نکته رو بگم؟ خواهش میکنم بفرمایید. ببینید، من اگر که این اشاره کردم به خاطر این بود که خود جناب جوادی در تعریف داعش گفتن که داعش یه زیرشاخه القاعده است. بنابراین چون القاعده رو مطرح کردن، من عرض کردم که القاعده نتیجه حمله حکومت کمونیستی شوروی به افغانستان بود و داستان از اونجا شروع شد که القاعده پیدا شد. بعد عرض کنم که روسا رفتن بیرون یا شوروی ها رفتن بیرون و اینها برای خودشون استقلالکی پیدا کردند و منتشر شدن در سراسر اسلام سنی و حالا یک زیرشاخش به نام داعش داره اونجا عمل میکنه. من در مورد اینکه حمله به عراق موجب این فجایع شده، من با ایشون کاملا موافق هستم. چه آدمی هستش بتونی که من خیلی موافقم که امریکایی‌ها رفتن اونجا و اون بساط رو به وجود آوردن و این نتایج به بار آمد. اما اگر که بخوایم ریشه شناسی بکنیم، به نظر من اون وقت مسئله تنها به حمله امریکا در عراق بسنده نمیشه، بلکه ماجرا از خیلی قبل‌تر، هم فروپاشی حکومت عثمانی و هم حمله شوروی به افغانستان هم میاد توی بازی. وگرنه من در این تیکه قضیه شکی ندارم. اون یه عراق یه کشوریه که اصلا آماده چنین وضعیتی بوده است و فقط یه سرکوبگری مثل صدام میتونسته اون رو، اون هم با کشتارهای بسیار، یادمون نره که صدام با عرض کنم که بمب شیمیایی چه کرد، با ایران چه کرد، با کویت چه کرد. حالا شما میگید که بچه ها میرفتن مدرسه و غیره، یعنی یه سمبلنسی یا یه چی میگن اشارهی میکنید به وجود تمدن در اونجا، ولی خود این تمدن یک حاصل یک نوع وحشیگری بودش که خب یه همچی شکلایی هم برای خودش داشت. من هم معتقدم که برداشتن صدام در اونجا، باز کردن در قوطی کرم بود که همه این مسائل ازش زد بیرون. حالا چرا رفتن اون کارو کردن، اونم خودش یه بحثیست که میشود راجبش صحبت کرد. من فقط از لحاظ ریشه شناسی گفتم که ما نمیتونیم بسنده کنیم به خاطر تعریفی که جناب جوادی از داعش داده. آقای جوادی، شما نکته‌ای هست بخواییم به صحبت آقای نورعلا اضافه کنیم؟ من که ببینید، تا اونجایی که به عراق برمیگرده و تحرک اسلامیستی در عراق، به فاکتورهای معاصر اگر اشاره بکنیم، فاکتورهایی هستش که دخالت آمریکاست،
در دخالات میلیتاریستی آمریکا، جنگ در و بعدم تلاش برای شکل دادن حکومتی که بر مبنای به اصطلاح شالوده های فکری قوم پرستی، مذهب، اسلام سیاسی و غیره، دخالت مذهب در دولت به وجود اومد و از پیش روشن بود که این تخاصمات، این ازداد و این جامعه‌ای که به اصطلاح بخواد حاکمیتش در اساس قوم پرستی و اسلام و مذهب صورت بگیره، در روی هم قرار خواهند گرفت و جامعه دچار کشمکش های خونین خواهد شد. مثالی هست، میگن اونایی که باد میکارن طوفان در خواهند کرد. به نظرم اونایی که بر سیاست قومی، سیاست اسلامیستی رو و قوم پرستی و ناسیونالیستی رو در حکومت وارد میکنن، حتما باید انتظار داشته باشن که جامعه بر اثر سیاست های اونها به کشمکش های خونین و کشمکش های بر مبنای قوم پرستی، مذهب، رگه های مختلف اسلام تقسیم خواهد شد. وضعیت امروز ماحصل چنین سیاست هایی هستش که از به اصطلاح جدی حمله ارتجایی آمریکا گرفته، کشدار خونین، از هم پاشیده شدن شیراز جامعه، عروج کل جریان اسلام سیاسی، دست بالا پیدا کردن جمهوری اسلامی و بعد میبینیم که شاخه های دیگه اسلام سیاسی در روی هم قرار گرفتن و جامعه رو در به اصطلاح به گروگان گرفتن و اون چیزی که امروز نفرت و انزجار بشریت متمدن رو از این وضعیت موجود به وجود بوده. در مقابل این پدیده کلی به فاکتورهای مشخصی به نظرم میشه اشاره کرد و اونها رو به مسابقه عوامل تعیین کننده برشمرد. حتما میشه سایه روشنهایی در بحث در رابطه با اینکه خود القاعده چگونه شکل گرفت مسئله هستش که بیشتر میشه بهش پرداخت. اما من سعی کردم بحثمو در رابطه با تروریسم اسلامی در عراق محدود. آقای نوری‌علی، من سوال بعدی رو از شما میپرسم. جمهوری اسلامی و امریکا گویا با هم در توافقات، صحبت از توافقاتی است که در ارتباط با پیشروی داعش تلاش بکنند که اون پیشروی متوقف بشه. به نظر شما چرا اصلا این صحبت‌ها داره در بین محافل دولت در ایران و در امریکا داره مطرح میشه و اینکه آیا به نظر شما این همکاری میتونه صورت بگیره و یا نه؟ ببخشید صدای شما بسیار بد میاد و من به زحمت شنیدم. شما میپرسید که چرا امریکا این سیاست رو برای متوقف کردن داعش اتخاذ کرده؟ بله، چرا امریکا سیاست همکاری احتمالی با رژیم جمهوری اسلامی رو برای متوقف کردن داعش اتخاذ کرده و اینکه آیا اصلا این همکاری میتونه صورت بگیره؟ ببینید، به نظر من این رو میشه از چند زاویه نگاه کرد، ولی زاویه اصلیش این است که به هر حال امریکا الان صاحب عراقه، رفته اونجا رو فتح کرده و در واقع جزء غنایم و ذمایم میشه و وقتی که اتفاقی در اونجا میفته به هر حال مسئولیت اصلی برای حل کردن مسئله با امریکاست. اما امریکای آقای اوباما در واقع امریکایی است که نمیتواند دست به دخالت نظامی مستقیم در اونجا بزنه و ناچار است که متوسط شه به نوعی از جنگ نیابتی، یعنی نایب برای خودش پیدا کنه و اون نایب رو در منطقه در مقابل مثلا داعش و غیره قرار بده. و در این مورد هست که به نظر من انتخاب امریکا حکومت اسلامی بوده است. معتقد است که اگر بتواند دست و بال حکومت اسلامی رو در عراق باز بکنه، اون وقت اهدافی رو که خودش میخواد اون انجام بده حکومت اسلامی انجام خواهد داد و در نتیجه در واقع میخواهد از خرج ملت ایران و با گوشت و پوست و خون ملت ایران اهداف خودش رو در اونجا عملی بکنه و به نظر من این بزرگترین تهدیدی است که کشور ما رو مقابل خودش داره. و اگر که ایران به عنوان یک کشور شیعه بخواهد وارد عراق بشود، جنگ عراق بشود و با داعش به جنگه، در واقع رسما کلید جنگ بین شیعه و سنی زده شده و ضرر اصلی در این میانه به نظر من متوجه ایران خواهد بود. آقای علی جوادی، ما البته بیشتر از 2 دقیقه به پایان برنامه امروز وقت نداریم. شما لطف کنیم پاسختون رو در همین 2 دقیقه در ارتباط با این سوال که چرا همکاری احتمالی بین ایران و
امریکا مطرح است برای متوقف کردن داعش؟ ببینید، من فکر میکنم امریکا سیاست مهار دوگانه اعلام نشده رو در این حال داره دنبال میکنه، هرچند که در رسانه ها در سطح به اصطلاح ظاهر مسئله شما شاهد این هستید که اعلام میکنن ما مخالفتی با حضور نیروهای جمهوری اسلامی در عراق نداریم و یا همسویی هایی داریم، در این حال به نظرم سیاست مهار دوگانه رو دنبال میکنن. از یک طرف میخوان نیروی جمهوری اسلامی و متحدش مالکی تضعیف بشه، از یک طرف دیگه نمیخوان که نیروی داعش تفوق و هژمونی پیدا بکنه که نتونن روی اون قالب ارتجایی که به اصطلاح قرار به اصطلاح راه حل آمریکا باشه، مبنی بر اینکه نیروهای سنی، نیروهای شیعه و نیروهای به اصطلاح ناسیونالیسم کرد رو به زیر یک چتری، به زیر چتر عراق جمع بکنن. برای رسیدن به این راه حل به نظرم این سیاست رو دنبال میکنن. این راه حلیه که شکست خودش رو اعلام کرده، مسبب وضعیت کنونی هست. فکر نمیکنم هیچ یک از عوامل تشکیل دهنده چنین راه حلی در حال حاضر حاضر باشن که به چنین راه حلی تن بدن و به اصطلاح مهر شکست از هم اکنون روی این سیاست هست. عراق به سوی تجزیه داره میره. کردستان عراق باید مستقل بشه، باید مردم در اونجا بر مبنای رأی آزاد، آزادانه، آگاهانه، مطلعانه بتونن کشور مستقل سکولار خودشون رو تشکیل بدن. در سایر بخش‌ها هم وضعیت میتونه وضعیت ناهنجاری بشه که متاسفانه وضعیت سیاست‌های آمریکا، سیاست جمهوری اسلامی زمینه ساز این هستن. من با این نکته موافقم. در صورت دخالت جمهوری اسلامی در عراق، جنگ و کشمکش خونین به مرزهای از مرزها ایستادگی نخواهد کرد، به اصطلاح فراتر خواهد رفت و میتونه کل منطقه رو در بر بگیره که کاملا دوران سیاهی رو میتونه به دنبال داشته باشه. با تشکر بسیار زیاد از شما و با عرض پوزش که وقت برنامه امروزمون رو به پایانه، با تشکر بسیار زیاد از شما آقایان نوری علا و علی جوادی که وقتتون رو در اختیار برنامه رادیو تلویزیونی رو در رو قرار دادین، و همینجا ما ازتون بهتر این قول رو بگیرم که این بحث رو ما ادامه بدیم در برنامه بعدی. شب و روزتون خوش. خیلی متشکرم. من هم در خدمتتون هستم. از دوست عزیزم آقای جوادی هم خداحافظی میکنم. من هم از شما آقای نوری‌علا تشکر میکنم که در این بحث به هم حضور داشتیم. خیلی متشکرم.